خب یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در مورد صوت مثل هر سیستم حسی دیگه‌ای یه کمیت فیزیکی هست که ما اونو درکش میکنیم. در مورد صوت ما سه جور برداشت از صوت داریم. اولیش اینه که این صدا چقدر بلنده، یعنی شدت صدا چقدر هست. ما میدونیم که این یه جور دامنه، در اصل دامنه نوسان صوتی رو ما به صورت شدت برداشت، صدای بلند دامنه نوسان بیشتر و صدایی که آروم هست دامنه نوسان کمتر. من اینجا یه شکل دارم نشونتون میدم که این یه جور به صورت قاعده وبر شناخته میشه، یعنی اون چیزی که ما به صورت صدای بلند و صدای آروم میشنویم به دامنه نوسان اون در از صوت ما بستگی داره. دامنه نوسان کمیت فیزیکیه، اون چیزی که ما حس میکنیم بلندی و یعنی صدای بلند و صدای آروم، اون چیزی هست که درک ما از شدت صوت. این چیزی که اینجا میبینید، نموداری که میبینید، نشون میده که درک ما از شدت صوت خطی نیست، یعنی اینجوری نیست که هرچی دامنه نوسان بیشتر بشه ما صدا رو به همون نسبت قوی تر و بلندتر درک کنیم. و یه مقدار این اصطلاحاً آلت لوگاریتمی داره که به قاعده وبر معروفه، خیلی با این من کاری ندارم. اما اون چیزی که به جز بلندی یعنی شدت صدا اهمیت داره پیچ هست، زیر و بمی. پیچ به معنای فارسیش نه، به معنای انگلیسیش که زیر و بمی صوت هست. ببینید زیر و بمی صوت اون درکیه که ما از فرکانس صوت داریم، از بسامد نوسان مولکول‌های هوا توی که به گوش ما میرسند. و اینجا هم تقریبا ما قاعده وبر وجود داره. ما میدونیم که فرکانس‌هایی که انسان میتونه درک کنه از مرتبه حدود 20 تا 20 کیلوهرتز و به طرز جالبی این همون محدوده فرکانسی است که حنجره ما از توی دهان ما در میاد. این به این معنیه که مهمترین صدایی که بشر براش گوشش تکامل پیدا کرده همون صدایی که از اندام تولید صدای انسان خارج میشه، یعنی این دوتا گوش و سیستم تولید صدا با هم کاملا هماهنگ بودن. در مورد موسیقی ما یه مؤلفه دیگه داریم به اسم رنگ صدا یا جنس صدا. مثال میشه زد که شما چطور صدای من رو از صدای مثلا دوستم یا صدای همسرم یا صدای پسرم تشخیص میدید. این چیزی هست که توی موسیقی هم یه مؤلفه میسازه به اسم تیمبر که به اسم رنگ صدا، چرا صدای ستار با صدای تار فرق میکنه، که این یه مقدار پیچیده تره و مؤلفه های پیچیده تری داری که در موردش بعداً بیشتر صحبت میکنیم. تمرکز ما همون جوری که از مقدمهی که دو جلسه اول گفتم شاید بر بیاد روی اینه که این فرکانس چه تأثیری داره و چه نمودی داره تو موسیقی و چه نقشی توی موسیقی بازی میکنه که در مورد این صحبت میکنه. اینجا من عکس یه دونه ستار رو گذاشتم، همین ستاری که دست منه، ستارهایی که قدیمی هستن یعنی خیلی مدرن این پرده ها روشون پیچیده نشده، 25 تا پرده دارن و اینا جاهای خیلی مشخصی هست، جایی که این پرده که انگشت من روش هست همون فاصله چهارمیه که دفعه قبل صحبتش کردیم، یا فاصله پنجم یا فاصله هشتم اکتاف و الاخر. ما میدونیم که هر کدوم از اینا هم یه از لحاظ موسیقایی اسمی دارن. اگه این نوت دو باشه که مثلا به صورت یه فرکانس خاصی باشه که من بتونم بهش بگم دو، این ره هست، می هست، فا هست، سول هست و الاخر. و یه سری پردن بین اینا هستن که من دستم الان روی اونا نذاشتم و در مورد اینا صحبت میکنیم. اینجا اسمشون رو نوشتیم. نکته که من میخوام این دفعه صحبت کنم اینه که فرکانسی که از این تار مرتعش در میاد، شاید چندین قرنه که آدم ها میدونن که چقدر هست. ما میدونیم که فرکانسی که از یه تار مرتعشی که دو طرفش بسته است، فرکانس نوسان این تار مرتعش برابر سرعت صوت تو این تار تقسیم بر دو برابر طولشه، وی تقسیم بر دو.
بزن یه تخمین بزنیم خیلی جالبه. سرعت صوت توی جامدات حتما میدونید که از هوا بیشتره. سرعت صوت تو هوا چقدر؟ 340 متر بر ثانیه. این اگه از اون بیشتر باشه، فرض کنیم تخمین بگیم 500 متر بر ثانیه، 500 اگه، حالا بازم داریم تخمین میزنیم دیگه، دقیق نیست، من اینو متر نکردم، ولی فرض کنیم یه متر کمتره، ولی فرض کنیم یه متر، 500 تقسیم بر 2، 500 تقسیم بر 2 ضرب در 1 که فرمول فیزیکی به ما میگه میشه 250 هرتز. من اینی که زدم دفعه قبل زدم الان هم همون کوی که 260 هرتز بود، پس خوبه فیزیک، تخمین هاش هم خوب جواب میده. حالا من اگه بخوام فرکانس رو کم و زیاد کنم چیکار باید بکنم؟ این فرمول دو تا توش عدد هست، یکی طول سیمه که یا طول است که کم و زیاد کنیم، یا باید سرعت صوت رو توی سیم دستکاری کنیم. کاری که در مورد سرعت صوت حرف نمیزنم، امروز شما میتونید خودتون حدس بزنید که سرعت سیم رو، سرعت صوت توی سیم رو ما چجوری دستکاری میکنیم، ولی برای سازی که کوک شده دست من کوکشو دست نمیزنم، این سرعت ها دیگه ثابته. بنابراین فرکانس رو اگه بخوام عوض کنم، طول سیم رو باید عوض کنم و این کار رو با این انگشتم انجام میدم توی این سازهای در اصل لوت لایک، شبیه عود که یه گردنی دارن و یه کاسه ای دارن و انگشتتون روش میذارید، شما طول مؤثر سیم رو کم و زیاد میکنید. اینجا یه خرک دارید که جاش ثابته، ولی این پرده ها اگه همینجوری من سیم آزاد بزنم، طول سیم از این خرک تا شیطانه که شماست، اگه اسما رو دارم درست میگم باز، ولی وقتی دستم رو اینجا میذارم، طول سیم میشه از انگشت من تا خرک، بنابراین طول مؤثر سیم که داره میلرزه کم میشه، بنابراین فرکانس عوض میشه. چون طول توی مخرج هست، خیلی ساده است که اگه من میخوام فرکانس رو زیاد کنم، طول رو باید کم کنم. بنابراین جای این سیما مشخصه. اگه من میخوام فرکانس رو بکنم 4/3، طول رو باید بکنم 3/4. پس این معلوم میشه که این پرده هایی که اینجا گذاشته شده، اگه این طول یه متر باشه، این پرده ای که قراری که فرکانس 4/3 رو برای من تولید کنه، باید طول بکنم 3/4. اونی که قراره 3/2 رو تولید بکنه، باید طول بکنم 2/3 طول سیم. و از قدیم این سوال بوده که جای این پرده ها باید کجا باشه که زیباترین نغمه رو به گوش من برسونه. این سال هاست که همجوری که گفتم از یونان قدیم کتب مکتوبی که ما داریم وجود داشته، تا فارابی همینجوری که جلوتر میاییم توی موسیقی دانان عربی و ایرانی هم این سوال بوده و الان هم هنوز سواله که کجا باید باشن تا این صداها جذاب بشن. بنابراین همینجوری که گفتم، اون چیزی که میخوام الان به شما بگم این که طول مؤثر سیم و با انگشتمون اگه من کم و زیاد کنم، فرکانس های مختلفی رو میتونیم تولید کنیم. توی سازی مثل سنتور یا پیانو طول‌های مختلف جلوی شما، شما دکمه رو فشار میدید، دکمه‌های مختلف و طول‌های مختلفی اونجا در اصل بیلت این هستن. شما دیگه انگشتی ندارید که طول‌ها رو کنترل کنید، طول‌ها از قبل هستن و شما فقط می‌نوازیدشون. ولی ما سازهای این سازهای زهی، ما سازهای بادی هم داریم که تقریبا همین اتفاق، یعنی نوسان هوا اونجا اتفاق می‌افته، اینجا نوسان یه تار مرتعشی که هوا رو به ارتعاش در میاره، اونجا هوا داخل اون لوله صوتی به نوسان در میاد. سازهای مختلفی داریم، فلوت، نی که ما داریم، ساکسیفون و الاخر. اونجا هم شما میدونید سوراخ‌هایی داره، یعنی طول مؤثر اون لوله صوتی رو کم و زیاد میکنن و فرمولی شبیه این وجود داره، بسته به اینکه دو سرش بسته باشه یا یه سرش آزاد باشه، این فرمول‌ها فرق میکنن، ولی شباهت همینه. یعنی هرچی طول مؤثر اون ساز شما، اون قطعه‌ای که داره نوا تولید میکنه کمتر بشه، فرکانسش بیشتر میشه، یعنی صدا زیرتر میشه. دقت کنید، فرکانس کمیت فیزیکی، یعنی شما میتونید اندازش بگیرید سرعت نوسان مولکول‌های هواست که توسط همین سیمی که به ارتعاش در میاد به ارتعاش در اومدن، ولی زیروبمی اون دریافتیه که ما از فرکانس داریم، یعنی اون دریافتیه که ما این کمیت فیزیکی رو توسط گوشمون میخونیم به یه معنی و اون رو دریافت میکنیم به اسم زیروبمی صوت. هرچی فرکانس بیشتر، صوت زیرتر، این قاعده که احتمالاً همه ما میدونیم. اما نکته جالبی که وجود داره اینه که همونجوری که به عنوان انگیزش خواستم تو جلسه قبل بگم و این جلسه هم میگم،
اینه که ظاهراً قدمت این نسبت‌های فرکانسی که وجود داره به چندین ده هزار سال پیش میرسه. یک معروف‌ترین سازی که به اسم امروزی، حالا میشه واقعا اسمش گذاشت ساز، و قدیمی ترینشون تا اونجایی که ما میدونیم تا الان شناخته شده، توی غاری تو اسلوونی به اسم غار دیوژ، اگه اشتباه نکنم، فکر کنم به زبون اونجا دیوژ خونده میشه، تو غار دیوژ این ساز پیدا شده. یه قطعه استخونه در از ساق پای یه بچه خرسه که توش چند تا سوراخ، این استخونه البته شکسته، همینجوری که میبینید این عکس واقعیه، تخمین زده میشه این حدود 40 تا 50 هزار سال پیشه و به طرز عجیبی این غار مال نئاندرتالا بوده و از قبل از اون میدونستن که، یعنی سال 95 این ساز پیدا شده و قبل از اون این غار معروف بوده به خاطر اینکه گمان میره که اونجا جای زندگی انسان‌های نئاندرتال بوده و این برای تاریخ‌دان‌ها خیلی جالبه که به نظر میاد نئاندرتال‌ها هم موسیقی داشتن، به یه معنی آرت داشتن حتماً، ولی آرتی به این شدت و این درجه انتزاعی بودن هیچ وقت فکر نمی‌کردن که اونا داشته باشن. و از اون عجیب‌تر، جای سوراخ‌های این سازها نشون میده که فرکانس هایی که، یعنی نسبت هایی که من صحبتش کردم، دو تاشون رو امروز گفتم، نسبت 3/4 و 3/2 جای سوراخ های این ساز که به نوع این بازسازی شدهش وجود داره و جای سوراخ ها هم البته جانمایی شده، نسبت هایی که فاصله ها نشون میده که این فرکانس هایی که از داخل این ساز در می اومده چی بوده، تقریبا میشه گفت که با اون سازهایی که ما الان داریم، با سازهای بادی که ما الان داریم، نسبت های فرکانسی که در میاد اینها یکی هستن. البته این تنها سازی نیست که پیدا شده و آدم ها مطمئن نیستن که این ساز مال نئاندرتال ها بوده. بعضی ها معتقدن که گونه دیگه ای از انسان ها بعدن ممکنه این ساز رو اونجا گذاشته باشن یا دزدیده باشن از گونه های دیگه نئاندرتال ها این ساز. سازهای دیگه ای هم هست، فلوت‌های به نوعی میشه گفت تاریخی وجود داره که همه مال چند هزار سال پیشن و این همون ساز دیوش هست. البته اینها سازهای دیگه ای هستن که نمیدونم مال کی هستن، ولی تو جای مختلف اروپا پیدا شده، یه جور نمیشه گفت، به هر حال میشه گفت ما قبل تاریخن، یعنی تاریخ نوشته ای ما، مکتوبی ما نداریم از این دوره، ولی همون موقع هم موسیقی نواخته می شده توسط این انسان ها، حالا گونه های مختلفشون و فواصلی که وجود داشته، یعنی فرکانس هایی که وجود داشته منطبق بوده تقریبا و تا حدی با اون فرکانس هایی که الان تو موسیقی امروزی نواخته می شه. این تمام.